هزاران مهاجر و پناهجو در فصل تابستان آبهای آرام دریای مدیترانه را با پرداخت پول به قاچاقچیان یا با هر وسیله شناوری که به دست بیاورند میپیمایند تا خود را به سواحل ایتالیا و اروپا برسانند دریای مدیترانه به مرگبارترین منطقه برای مهاجران تبدیل شده تنها در سال جاری بیش از دو هزار مهاجر در این دریا جان باختند تنها در روز چهارشنبه حدود 1500 نفر از آنان از آبها نجات داده شدند اما از سرنوشت پنجاه مهاجری که قایق بادیشان غرق شده اطلاعی در دست نیست در آن سوی دریای مدیترانه در دریای ژه جزیره کوس و جزایر دیگر یونان در نزدیکی سواحل ترکیه محل ورود مهاجران اغلب خاور میانه است که یا از جنگ و ناآرامی گریختند یا به امید زندگی بهتر دل به امواج دریا زدند اتحادیه اروپا روز دوشنبه دو چهار میلیارد یورو دیگر را برای مواجهه با بحران مهاجران اختصاص داد از این مبلغ 473 میلیون یورو به یونان بحران زده می رسد که در تقلا برای نجات اقتصاد خود است کشوری که بسیاری از مهاجران آن را ساحل نجات خود میدانند. این گروه از مهاجران و پناهجویان اغلب سوری و افغانی به تب از زمانی که پایشان به خشکی جزیره ای در یونان می رسد تا زمانی که با بلا و سردرگمی روبرو شوند بسیار شادمانند